بیننده های عزیز، دوباره شما رو خوش آمدید عرض میکنم. برنامه یسر علیوا ادامه داره و در حال حاضر محترم الحاج محمد فاریابی، وکیل مجمع شرکت های خدمات سیاحتی ولایت هرات، مهمان برنامه یسر علیوا هستند که میخوایم در ارتباط به این مجمع بزرگ صحبت بکنیم، همچنان فعالیت هایی که در طول دوران به وجود آمده این مجمع صورت گرفته صحبت های جناب آقای فاریابی خواهیم داشت. شما رو خوش آمدید عرض میکنم به برنامه. خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. ممنون دست. بسیار تشکر از حضور شما جناب فاریابی صاحب. خیلی در ارتباط به این مجمع در ابتدا صحبتی داشته باشین و اینکه به تعداد چند شرکت سیاحتی عضو و یا هم زیرشاخه این شرکت این مجمع هستن. تشکر، ممنون که از ایمار دعوت کردین. تشکر از شبکه جهانی اصلاح سلامت باشه و همچنین سلام به بینندگان تلویزیون جهانی اصلاح. برادر عزیز، مجموعه شرکت های سیاحتی ولایت هرات از حدود 10 سال جلو به فعالیت خود آغاز نمود. فعلا زیر مجموعه شرکت های سیاحتی ولایت هرات در حدود 274 شرکت، البته به 3 بخش فعالیت انجام میدن. به بخش شرکت های سیاحتی، یک بخش صنف دیگه ما که هست شرکت های درمانی، و یک بخش دیگه هم که هست برای شما بگم به بخش زیارتی فعالیت انجام میدن به ولایت هرات. بسیار عالی. و اینکه وجود این مجمع چقدر میتونه کمک کننده باشه و در چی راستا فعالیت داره؟ بودن هزی مجموعه، دوست عزیز، به خود شما معلومه که به هر کار کسب که اگر یک اتفاق، یک اتحاد باشه برشون بگم، میشه که به خاطر هماهنگی، به خاطر بعض اصلاحات، بعض هماهنگی ها، برای امی پروسه یک شفاف بودن، شرکت ها با هم هماهنگ بودن، خدای نکده کدام تخطی از قوانین، خدای نکده یک اضافه ستانی و دیگه مشکلات هایی که به وجود نیای، ما همی به می خاطر برای شما بگم بسیار مجبور برای شما بگم تاثیرگذاره که به می راستا ما در حدود 6 سال میشه مسئولیت این مجموعه را به دوش دارم. الحمدلله تا به حال مجموعه شرکت های سیاحتی ولایت هرات بسیار کارهای بزرگ انجام دادم. بسیار عالی. در قسمت فعالیت ها هم اگر صحبت داشته باشین، گفتیم که در این مدت برنامه های زیادی داشتیم، خیلی خوب میشه. بله. از حدود که 6 سال است که من مسئولیت به دوش دارم، بسیار مشکلات های فراوان به جلو از شرکت های سیاحتی ما بود. بله. الحمدلله به تیم که داریم، الحمدلله شبانه روزی تپ تلاش انجام دادیم. در حدودی برای شما بگم زیاد مشکلات ها را الحمدلله حل کردیم. میتونیم که از چند تا برای شما بگم نام برد. اولین مشکل هی بود که به وقت جمهوریت به جریان هستیم که تکت های نام بدل. بله. که یک بیخی یک هنهنات شده بود که شما وقتی که میرفتین تکت هیچ پیدا نمیشد. بله. وقتی که بعض شرکت هایی که میرفتیم برای شما بگم تکت های نام بدل می گرفتن، بعدا به نام احمد و محمود و کلبی چیز می گرفتن. به زیر راستا ما زیاد تپ تلاش هایی برای شما بگم انجام دادیم تا که همیر الحمدلله به همکاری دوستا ما و همچنین تشکر برای شما بگم از جناب حاجی آقای کریمی به زیر راستا عامر افغانتور ولایت هرات و همچنین معاونین همین مجموعه، ما همه زر انجام دادیم که الحمدلله شما حال که برین به یک تیاره بشینیم یا هواپیما بشینیم، یک دانه تکت الحمدلله نام بدل و نام دیگه کس صادر نمیشه. الحمدلله. خیلی عالی. دیومین کارکرد ماهی است که برای شما بگم همیش جوازای شرکت سیاحتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر میشد. وقتی که شما اگر میخواستین که برین برای شما بگم در حدود یک شرکت سیاحتی اگر 3 ساله شما برین یک جواز بگیریم در حدود 50,000 این تحویلی داشت،
به پهلوی حضور برای شما بگم همه جوازهای شرکت های سیاحتی ما مالیات پرداخت میکردن، مصارفات داشتن. بله. وقتی که میرفتن به سفارت ایران همه جوازها برای شما بگم کسی ارزش قائل نبود. حالا الحمدلله وقتی که همه جوازهایی که شرکت های تجارتی ارزش داره، همه شرکت های سیاحتی هم میتونن که برن جواز خور به زنجگاه هرایه کنن، ویزا بگیرن. از روزی که برای شما بگم امارات اسلامی آماده، تشکری میکنیم. به زیر راستا صلا داده میشه، سابقی عرفا نبود، الحمدلله این کارا انجام شده. و همچنین یک کار دیگه هی بود که سابق که بود برای شما بگم، مثال گفت به بین کار شرکت‌های سیاحتی هر کس میامد مداخله میکرد. بله. مثال برای شما بگم فروم مربوط به طرز العمل برای شما بگم، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ طرز العمل داره که ثبت فروم، تکت، ریزرف هتل و همچنین تورهای سیاحتی، اینا مربوط برای شما بگم شرکت‌های سیاحتی میشه. با وضاحت این چیز گفته که قوانین و همچنین طرز العمل همه چیز. بله. وقتی که میخواستیم که بریم به یک عکاسی نوشته فرمه ایران، ما ثبت میکنیم فرمه الکترونیکی، تذکره برای شما بگم، همچنین پاسپورت و همچنین نوشته بود که برای شما بگم که تکت موجود هست. وقتی که ما زیاد برای شما بگم که همراه مسئولین و دوستا برای شما بگم به ارتباط شدیم، همه حق شرکت های سیاحتی چیزی که قوانین برای شما بگم به ما اجازه داده، همین تانستیم که برای شما بگم تا حد 90-95% از دست دگرا خارج کردیم، حق به حق دار، الحمدلله سپردیم. بله، نکات خیلی مهم اشاره کردن جناب فریدابی صاحب، از جمله تکت های نامبدل. گفتین وقتی یک شخص مراجعه میکرد به بازار تکت پیدا نمیشد و همین باعث میشد که با یک مبلغ هنگفتر دوباره تکت ارتهیه بکنه، نظر به عجله و یا هم کار ضروری کردش مجبور بود همون پول رو پرداخت بکنه، که الحمدلله گفتین امروزه نظر به اتحاد و اتفاق و وحدتی که صورت گرفته، این مسئله و این موضوع خیلی زیاد کم رنگ کرده. بله دوست عزیز، این بسیار یک مسئله بزرگی بود. یک بله. آدم که یک مریض داشت به شما بگم، میامد میدی سیستما پر برای شما بگم، اما ما وقتی که برای شما بگم این مسئولیت که به دوش گرفتیم، که اولین کار اقدامی که انجام دادیم برای شما بگم همین مسئله بود. شما حالا میتونیم که برین همین لحظه برین به شرکت های سیاحتی ما، برین بگین ما بلیت میخواییم، امروز بلیت میگیریم، فردا ما میخواییم و مو نرخ قانونی چیزی که قوانین همون شرکت های کامیر، آریانا، ایرلاین حالا که فعالیت انجام میدم، که تکت میتونین به راحتی به دست بگیرین و نام خود قانونی میتونین که سفر داشته باشین. در قسمت قیمت ها گفتین آیا قیمت ها مشخص و واضح هست برای همگی یکسانه یا خیر؟ قیمت ها مشخص نیه. قیمت ها چرا که ما اینجگاه برای شما بگم به نام بازار آزاد یک مسئله داریم که از امون دولت سابق مانده، آلی هم همون روال پیش میره. به افغانستان دو شرکت فعلا ما فعال داریم، یک کامیر، یک هاریانا. بله. آریانا که از شرکت ملی مانه، کامیر که از شرکت خصوصیه. اینا برای شما بگم دیگه وقتی که بازار آزاده برای شما بگم با مسافرین سعی میکنن، یک وقت میبینن که مسافر کم قیمت ها خور پایین میارن. بله. یک وقت میبینیم که قیمت مسافرین زیاده، قیمت ها خور میبرن بالا، او از دسترس مجموعه شرکت سیاحتی خارجه. البته هماهنگی داریم برای شما بگم. بله. وقتی که اونا میرن یک تکت برای شما بگم بالا میفروشن، ما همو تماس ها و همو سخن ها خور همراه اینا داریم برای شما. دقیقا. بگم بالاخره او چیز از دسترس ما خارج واقعیت، او مسئولیت دولت میشه که برای شما بگم به زور راستا همو بازم گفتم که متاسفانه از اون قدیم به نام بازار آزاد مانده، هر کس که هر کار انجام میده میگه بازار آزاد به بخش بزنس. ما کوشش میکنیم که از امارات اسلامی به روی همین قیمت هم ثابت باشه، اقتصاد مردم هم از سابق قدر ضعیفتر شده. بله. ما به تلویزیون شما تقاضا میکنیم که حرفای ما رو به گوش مسئولین هم برسانن. واقعیت یک تکت برای شما بگم یک ساعت راسته، هاریانا 4850 افغانی، کامیر 60 دلار، معادله میشه 5400 یا 500 افغانی، این زیاده. بله. به زیر راستم اگه دولت توجه داشته باشه بسیار خوشحال میشه. دقیقاً. و موضوع بعدی بحث اخذ ویزای ایران که اخیراً مشاهده میشه به خیلی راحتی
بدون دغدغه ایستادن در صفهای طولانی فکر کنم که واگذار شده به شرکت‌های سیاحتی و یا هم شرکت‌های مشخصه. بله. بروی خوب موضوع شما اشاره کردیم برادر بزرگوار. بله. این دو بالاخره دو شاخه داره این مسئله. بله. این مسئله خوبم شد. خوبیای خودم داره، خرابیای خودم داره. خوبیای از این مسئله اینه که برای شما بگم وقتی که شما میرفتین یک فرم میرفتین ثبت نام میکردین. بله. به جریان شد شما شاید باشین. ایران برای یک هفته یا دو هفته سایت خور بسته میکرد، یک دانه فرم ثبت نام ویزای ایرانه که شما میخواستین ثبت نام کنیم برای شما بگم تا به 5000 و 4000 و 2000 و 1000 شاید شنیده باشه. بله. که همیتا بالا رفت. ما همراه سفارت کنسولگری ایران صحبت های داشتیم که بزی راستا که ما بتانیم که چطور همین مزله ما از بین ببریم. بله. که یک فرم که در حدود شما آنلاین میخواهیم ثبت کنیم. بله. و شما میخواهیم که آنلاین او را ثبت کنیم، ای به اصطلاح فیریه. اشته یک آدم بره برای شما بگم در حدود بره 2000 3000 5000 شما همی چی رقم کنیم. اونا ملاحظه شده خود داشتن به ما گفتن که جناب وکیل صاحب آل ما میخواهیم که برای یک پروسیجر کار کنیم که وقتی که یک فرمه ایران ثبت نام میکنن کسی که برای شما بگم بزی کار بزی رشته. بله. برای شما بگم هیچ بلدیت نداره، همون صحبت قبلی ما. بله. که یک برنامه باید یک پالیسی ما داشته باشیم که کسی که میوری همین ثبت کنه ما به مشکل نخوریم. ما برای شما بگم که به یک کار ما کن نشه تست از ما کار خور انجام بدیم به مردم شریف و ولایت ایراد که ما گفته که برای همین یک پروسیجر ما کار میکنیم که ما بخوایم که همین ثبت نام و فرمای و ایزهار برای شما بگم که چه قسمی برای شما بگم ما پیش ببریم. ما برای از اینا یک طرح دادیم برای شما بگم، برای شما ما گفتیم که برادر تا به حال که هر کاری که انجام میداد سفارت از اول باید میخواست که فرمه خور بخواه. این مربوط ثبت نام مربوط شرکت ها سیاحتی میشه، چیزی که قوانین تمام جهانیه. بله. اما شما متاسفانه سایت خور آزاد کردیم، حکاس هم میای ثبت میکنه، بقال هم ثبت میکنه، هر کس از خونه خو میای میشینه، یک میار هواز انجینیر. هم ما یک خوبی بزی شد که باز جمهوری اسلامی ایران مقررات خود داره دوست عزیز، یک شرکت هامات به نام نیکان. بله. ایر هامات ای قرارداد گرفت. وقتی که ای قرارداد ای شرکت گرفت ما به زود جلسات شرکت داشتیم، بعدا فیصله به می شد که به هر شرکت که برای شما بگم یک آیدی ساخته شه، به می شرکت های سیاحتی یک آیدی داده شه. دقیقا. که به اصطلاح آیدی مشخصه که بزو کد بندی داره. بله. او برای شما بگم پیش سفارت برای شما بگم ثبت است او آیدی، مربوطه برای شما بگم کنترل از این شرکت انجام میده. فقط یک ویزر صادر یا بس کال سنتر میگن. بله. که بزو این صرف پاسپورت جمع کنه، همو پول بگیره، امرای برای شما بگم کسی که امی آیدی داده حال مشخصه که اگر شرکت احمد باشه محمود باشه که کی اشتباهات داده، که اشتباه ثبت کرده، او سوار از ما میتونین به ما مراجعه میکنه، ما میتونین کال بریم از شرکت خواه پرسان کنیم دوست عزیز به تو ترین داده شد، تو بیامدی اینجاگا درسی رو بخوندی چرا اشتباه شد برای شما بگم، هر تخلف انجام بده ما میتونیم بریم جلو از او جلوگیری کنیم. بله. این خوبی از این شد. و همچنین به یاد شما است که ساعت 2 بجه شو 3 بجه شو میرفت یک مراجعین به اونجا به می خونوکی برایشون بگم اگر. بله. فصل گرم بود به قطار صف استاد میشد، این میامد برای شما بگم تا 12 بجن نوبت اگر نمی رسید پس میرفت با فردا میرفت همو پروسر تی میکرد برای شما بگم، این برای شما بگم من بسیار سخت دیر میشد واقع. حال شرکت نیکان که وقتی که آماده برای شما بگم یک پروسیجر روی دست گرفته که به شما جلوتر تشریح دادم، به هر. بله. شرکت که به تاییدی مجموعه شرکت ها سیاحتی که بخوایه ما تاییدی میدیم که این شرکت جواز وقت داشته باشه، این شرکت تخلف کار نباشه، این شرکت ماهر به می کار خوب باشه، ما به تاییدی ما و یک آیدی برای از اومده. اما یک مشکلاته که هی روزا سر صدا شده که 1000 افغانی پول خدمات میگیره برای شما بگم، هنال 1000 افغانی که اونا باید بیاین جواب بدن که به چی بابت برای شما بگم میگیرن، اون مسئول ما وکالت کرده نمیتونم از طرف شرکت سیاحتی نیکان.
بله. همه تا جایی که به ما برمیگرده ما میفهمیم از او 1000 افغانی آل 300 افغانی به می شرکت ها سیاحتی میپردازه که شما یک فرم میایم ثبت نام میکنین میاری مطابق طرز العمل همو پروگرامی که اینا دارم که اینا ثبت نام انجام میدم 300 افغانی به هر فرم برای از تراول جنسی ما میده دیگه از مراجعین کسی حق نداره پول 1000 بگیره 500 بگیره 200 بگیره 300 بگیره که سیستم حیرانم برای هزی شرکت ها همیشه باز کسی نمیتونه اضافه ستانی کنه این بهترین کاره نه دقیقه. بهترین کار شدی باز این سر و اما قسمی که شما اشاره کردین کار به اهل سپرده بله یا کار به اهل کار سپرده شد این 300 به زینا میپردازه اونا هدای دارند که برایشون بگم ما 150 افغانی ما به فی فرمه به خاطر تحویلی بانک به حیران میپردازیم که 80 یورو میگیره این میشه 4500 افغانی خب پلوی هزی اونا گفتن که ما مالیات داریم برایدات داریم مصارف داریم و همچنین این شرکت یک کار دیگه خوب انجام داد یک نمایندگی به چارای هاموریت باز کرده بله. یک نمایندگی به فلکه 29 حمل باز کرده یکی هم به جبرئیل بله. فقط شما ثبت نام کنیم سابق به 2 ماه 3 ماه 15 روز کمپ شما ویزه گرفته نمیتونستیم دقیقا هم ما برای شما بگم حال شما فرمر این امروز که تاریخ هست برای شما بگم 9-2 اینا یک روز به یک روز دو تاریخ میخوانن امروز که تاریخ هست 2-9 تا تاریخ برای شما بگم امروز تا تاریخ 17-9 اینا بخوندن شما برین فعلا ثبت نام کنین فرم ایرانه به 30 برج نو به شما وقت میزه اینا دو روزه که کار کنن برای شما بگم این نصف میشه با 15 رو شما میتونیم که ویزر بگیریم و همچنین این شرکت به ما قول داده به می مجموعه شرکت ها سیاحتی تا 1-2 ماه آینده برای شما بگم ما میخواهیم که برای همشهریان عزیز ویزه جهانگردیر ما به 24 ساعت شما فرم ثبت کنین برین به 24 ساعت ویزی خود شما بگیریم خیلی عالی انا دیگه برای شما بگم بزی چند روز به جریان هستیم یک سلسله مشکلات های دولت امارات اسلامی گفتن که 1000 زیاد و سر صدا و شکایت های بزی راستا باز ما همراه شرکت هم صحبت کردیم که واقعیت به می شرایط فعلی 1000 زیاد ها بله اونا به ما یک قولای دادم که ما همراه سفارت هم صحبت های داشته باشیم که اگر هونه از 150 افغانی همو تحویلی بانک که از ما با بابت 80 یورو میگیره او را اگر هونه برای شما بگم صرف نظر کنم 150 هم هونه وعده دادم که ما صرف نظر کنیم این میای به 700 افغانی بله. وقتی که اگر این پروسر ما بتانیم که به 700 افغانی بیاریم نور بله این نوره که شما هم ساعت 8 بجه بشینیم راحت برین 5 دقیقه یا 10 دقیقه هم به صف استاد نشین برین فرم خور تحویل کنین پول خور تحویل کنین ویزه خور برای بگیریم برای شما بگم یک سهولت برای شما بگم خب اون شرکت هم وقتی که میای یک سرمایه گذاری انجام میده خب میفش او هم خب بالاخره حتما هدفهایی داره میخوای سود به این جگاه ببره برای شما بگم حداقل فایده های بخوره به پلوی هم ما دو جهت داشت دوست در هر حال برای مردم تونسته که سهولت خیلی زیاد ایجاد بکنه و کار بسیار راحت بسازه جناب فریاد بیس اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده باشه از شما میشنویم حرف و صحبت ها زیاد است و اینکه تشکری میکنم از اینکه همچنان در برنامه با ما همراه بودیم تشکری میکنم از شما و همچنین از تلویزیون جهانی اصلاح به آخر برای شما بگم تشکری میکنم از جناب عامر صاحب محمد نعیم کریمی در حدود چندین سال میشه که اینا مسئولیت دارن برای ما یک رفتار خوب نیکی دارن همکاری شبانه روزی دارم تشکری میکنم و همچنین از مجموعه شرکت های سیاحتی که شبانه روزی همکارای ما، معاونین ما، منشی ما به خصوص برایشون بگم سید اکبر جان احمدی که شبانه روزی تپ تلاش داره سپاسگزاری میکنم از اونا از مردم ولایت هرات هم تقاضا میکنم که خدای نکده که اگر هر شرکت سیاحتی ما با ولایت هرات کدام تخطی انجام میدم کدام سوی استفاده میکنن میشه که برای ما مجموعه شرکت های سیاحتی مراجعه کنند انشالله با وقت حسن به مشکلات نارسیدگی میشه بلخصوص به بابت ثبت فرمه ویزای حیران دیگه کسی برایشون بگم حق گرفتن 1 افغانی رم نداره
مثل سابق دگال و پروگرام خلاص شد که کسی بره با یک فرم 5000 10000 برشون بگم پول بپردازه، هم ما شبانه روزی به خاطر سهولت به خاطر حرامش مردم افغانستان به خصوص مردم شریف ولایت هرات تپ تلاش داریم. ممنون. تشکر از حضور شما محترم الحاج محمد فاریابی، وکیل مجمع شرکت‌های خدمات سیاسی ولایت هرات، از اینکه در برنامه امروز با ما بودید. تشکر سه. و سپاسگزاری می‌کنم از همه شما عزیزانی که تا لحظات اخیر برنامه امروز همچنان بیننده برنامه عصر علیبا بودین و ناگزیر هستیم از حضور شما مرخص بشیم. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار شما باد.